خوش اومدیم به بخش آخر برنامه امروز. خانم بابک مهمون برنامه ما هستن. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید خانم بابک. قرار بود که راجع به افسردگی بعد از دست دادن عزیزان صحبت کنیم که خانم بابک حالا بپرسین دیگه. خانم بابک خوب هستین امروز؟ نه اصلا معلومه. واقعا احساس اولا سردرد دارم از دیشب، ولی کامنتاری که میخوندم هم تو گریه میکردم، برای اینکه موضوع خیلی حساسی رو دست گذاشتیم روش و مسئله سوگواری یه مسئله بزرگیه که ما با انواع مختلف ممکنه سوگوار بشیم، ولی سوگواری از دست دادن عزیزی با مرگ متفاوته با سوگواری های دیگه. به همین دلیله که خیلی ها به هم ریختن. ببین اولا تو پرانتز بگم، وقتی که ما سوال مطرح میکنیم و شما ها مینویسیم، این یه پارت و یه قسمتی از تراپیه. زمانی که شما درد دلاتون رو برای ما می‌نویسید، اینو یادتون باشه، خیلی خوبه. عزیزانی که می‌خونن به هم می‌ریزن، در صورتی که موضوع کسی دیگر رو دارن می‌خونن ولی به هم می‌ریزن، یه جا تو سوگواری گیر کردی. این یه وجه تشابهی، یه هویت ساز آیدنتیفای می‌کنی، یعنی یه دوباره احساس می‌کنی که هویت سازی می‌کنن و دوباره انگار برد. که منم ممکنه که یا تو فیلم وقتی آدم یه چیزی نگاه می‌کنه گریه می‌کنه، همینطوری رد نشیم یا نگیم که واه چقدر غمگین شدیم، چه سوالی بود. اینا مسائل جدی زندگی ماست که اگر دقت روش نداشته باشیم، ماله بکشیم، زیر فرش بکنیم، تو مراحل مختلف زندگیمون گیر میکنیم. پس اهمیت بدیم به این ایشیوها و موضوعهای بسیار حساسی که تو زندگی های ما اتفاق میفته و یا تو زندگی های دوست و عزیزمون اتفاق افتاده و چقدر حالا تویی که آگاهی پیدا کردی حتی میتونی کمک بکنی. موضوع خیلی سخت و دردناکه و از دست دادن عزیزم خیلی سخت و دردناکتره و بعد ما از یه فرهنگی میایم که گریه‌زاری و سوگواری رو کردن پارت و قسمت بزرگی از فرهنگمون و ما عادت کردیم به سوگواری، دوست داریم سوگواری رو، دنبال غم میدویم معمولا. حالا خوشبختانه ایرانیان به نسبت بعضی از کشورهای خاورمیانه باز بهترن، خیلی بهترن بعضی از کشورهای خاورمیانه و من جمله تو کشور خودمون. مثلا تو ایلام برای یک سال همه چی سیاه پوش میشه، تلویزیون، اساس خانه، یعنی حتی تو کشور خودمون سوگواری ها متفاوته. ما مدل های متفاوت به خاطر فرهنگ متفاوت شهرها و یا کشورها سوگواری هامون هم متفاوته و این دوباره تفاوت سوگواری ها رو باید حتما در آینده بازش بکنیم، چون تأثیرات متفاوتی روی انسان میگذاره. چرا یه فرهنگی راحت‌تر میتونه رد بشه، یه فرهنگی گیر میکنه، اکثر اون ملت اون فرهنگ گیر میکنن. این دوباره یکی از معضلات فرهنگی ماست که اجازه رشد و حرکت به یا به قول اینا مووون نمیده که حالا حرکت کنم، دوباره زندگیمو ادامه بدم و شروع کنم. مرگ چیزی واقعیه، هیچ کس هم باقی نیست. این یه واقعیتیه که متاسفانه اونجور افراد نمیخوان بپذیرن و چون مراحل سوگواری بین 7 تا 10 مرحله است، این مراحل اگر ما گیر بکنیم تا آخر عمرمون گیر کردیم و اصلا هم نمیدونیم ریشش از کجا داره میاد. ممکنه من نوعی تو کودکی به فرض پدر مادر عزیزی می دست دادم، ولی همیشه تو مراحل مختلف زندگیم هگیر میکنم، هی سنگ میاد جلو، نمیتونم شاد باشم، نمیتونم لذت ببرم، هنر لذت بردن رو ندارم. یه عزیزی برای ما نوشته بود، یونس و مهدیه، که من نوشتم حتما شما در مورد شما میگم چون موضوع کلیه. 12 سال پیش برای یه روز سه‌شنبه رفتم برای دانشگاه، وقتی برگشتم اینو مهدیه نوشته بود. وقتی برگشتم خانه و کاشانه و با خاک یکسان دیدم در بم، زلزله بم و چقدر عزیزان همه کسشونو و زندگیشونو از دست دادن. 12 سال از این موضوع میگذره ولی هنوز نتونسته. همسرش نوشته بود تمنا میکنم خنده رو به لبای همسرم برگردون. خیلی سخته وقتی آدم سوگوار میشه، حتی رو مسائل جنسیش تاثیر زیادی میذاره، رو زندگی زناشوییش تاثیر میذاره و رو عزیزانی که تو اون خانه دارن زندگی میکنن. اگه فرزندی تو اون خانه هست، همه باید بها بدن برای من افسرده که عزیزم رو از دست دادم. یه پرانتز من باز کنم، فرق هست بین سوگواری و افسردگی مزمن بعد از سوگواری.
اینو باز کنیم اول. همه ما وقتی عزیزمون از دست میدیم سوگوار میشیم، غمگین میشیم، ممکنه اینقدر یعنی ادامه پیدا کنه. حالتهایی که یک انسان سوگوار بهش دست میده، اول شوک میشه، یه حس این که نه مگه میشه، بعد میره وارد مرحله انکار میشه که نه امکان نداره، امکان نداره، این اتفاق نباید میافتاد. حالا این مرحله انکار، حالا من میگم قسمت انکار رو اول باز کنم. بعضی از عزیزان ما نوشته بودن که من دانشجو بودم، پدرم رو از دست دادم، پدر بزرگم، و بعد چند سال دیگه دوباره دانشجو بودم، برای تا چهلم به من خبر ندادن یا برای مدت‌های مدیدی به من اطلاع ندادن. تمنای من از همه عزیزانی که دارین برنامه رو میشنوین، از خرد تا بزرگ مهم نیست چند سالشه، وقتی عزیزی از دست میره همون لحظه، همون موقع، همون روز باید اطلاع بدین، باید اطلاع بدین، برای اینکه اگر من نفهمم، به من نگفتین، من تو این مرحله انکار گیر میکنم و نمیتونم. بی عزیز دیگه ای نوشته بود من با خانواده‌ام تصادف کردیم، همه خانواده‌ام فوت کردن، من فقط زنده بودم، تا چهلم به من نگفتن که اونا فوت کردن، بعد من با ویلچر منو بردن برای چهلم، هنوز نمیتونم باور کنم. این اطلاع ندادن جزء فرهنگ ماست، میگه درسشو خراب میشه، نگو حالش بد میشه، تو قربت حالا که چی که بدونه، حقشه بدونه، وظیفه مونه، مهم نیست که چقدر اذیت میشه. خب مگه فکر میکنین بعد از چند ماه بگین اذیت نمیشه؟ تازه عصبانی میره تو مرحله عصبانیت که چرا به من نگفتین. ولی زمانی که حتی تو راه دور هستیم، بفرض زمانی که به ما تلفن کنن بگن فلان کس از بین رفت، خب من همون موقع جیغ میکشم، هوار میزنم، با تو گریه میکنم، با تو میگریم، همه با هم، من تو قربت و تو اون ور آبا، با هم گریه میکنیم، با هم عزاداری میکنیم، لحظه به لحظه عزاداری من در کنار شما، حتی اگر جسمم در کنار شما نیست، روح و روانم در کنار شماست و این مرحله سوگواری رو با شما دارم میگذرونم، در کنار شما میگذرونم، شما میتونم صدای غمتون و صدای غمم رو بشنوید. پس این مرحله انکار مرحله خیلی مهمیه که اگر این رفتار اصولی رو بکنیم، مثلا به بچه حق نداریم بگیم برمیگرده، رفته مسافرت، وای به حالت اگر اینجوری با بچه صحبت کنی. دقیقا من همین رو میخواستم بپرسم خانم بابک، آیا این به سن مربوط میشه؟ مثلا اگه بچه خیلی کوچیک باشه، پدر مادرش رو از دست بده، باز هم در این کوچیکی باز هم باید به بچه حقیقت رو گفت؟ حتما باید. ببین اتفاقا بچه خیلی راحت‌تر مرحله سوگواری رو میگذرونه تا بزرگتر. بچه نباید دروغ بهش بگیم، بعد دیگه هیچ کس رو باور نمی‌کنه، دیگه دنیای واقعی رو نمیتونه باور کنه. به بچه وقتی میگن نه نه ایشالله بر میگرده، مریضه، رفته مسافرت، این جور صحبت کردن رو به بچه امید میده. همیشه بچه اون حس انتظار رو داره، همش به دنبال گم شدهش میگرده و اینجاست که دوباره یکی دیگه از اشتباهات ما دوباره به کودک نگفتنه. من خودم پدرم رو از دست دادم، پدر من 47 سالش بود، همش بهترین یارم بود که از دستش دادم. خدا بیامرزه. یادتون باشه که هرگز فراموش نکردم و لحظه به لحظه هم هر وقت که یادم میاد دلم میخواد که در کنارم میبود، برای اینکه بهترین رفیقم بود. هر کسی که الان هستم به خاطر پدرمه، به خاطر اون آزادی واقعی رو که به من داد و اون توانایی و استقلال و اعتماد به نفسی که از کودکی به من داد. ولی چون یارم بود و جلوی چشمم بود و تو اون سن کم خیلی دردناک و سخت بود و هست، یادتون باشه وقتی سوگواری فراموش نمیتونیم بکنیم. یعنی عصبانی نشو با خودت که چرا من نمیتونم فراموش کنم، چرا نمیتونم یادم بره، چرا هنوز میگریم. من هنوز بعضی مواقع گریه میکنم، دلم براش تنگه، دلم براش تنگ میشه. این مرحله مرحله خیلی مهمیه که میرسیم بهش، که به اون مرحله چه باید کرده که بعد بهش برسیم، در موردش صحبت میکنم. مرحله بعدی مرحله خشمه، عصبانیته. حتی با عزیزی که از دست رفته، چرا به خودت نرسیدی؟ چرا مواظبت از خودت نکردی که مریض بشی؟ یا چرا وقتی گفتم بهت مواظب باش مثلا تصادف کردی؟ یعنی هر اتفاقی افتاده ممکنه عزیزی احساس عصبانیت با عزیز از دست رفتش بکنه، یا با خدا و پیغمبر عصبانی میشم که چرا از من گرفتیش. این یه مرحله دیگه است که کاملا کاملا طبیعیه، کاملا نرماله. مرحله دیگه مرحله احساس گناه، احساس تقصیر.
وجدانم ناراحت میشه. من وقتی که پدرم از دست دادم همون بالا سر وقتی رسوندنش سکته مغزی کرد، رسوندنش بیمارستان، پسرموی همسرم از آلمان اومده بود، متخصص بیهوشی بود تو آلمان. این خب آلمان بزرگ شده بود، خیلی آلمانی رفتار کرد. اومد بالا سر من تو بیمارستان که وقتی رفتم، اومد به من گفتش که رفیقی به اسم بابک دیگه نداری، تموم شد، مغزش از کار افتاده، فقط قلبش داره کار میکنه، تموم شد. خیلی وحشتناک بود این طرز صحبت. اینش اشکال نداشت، اشکال بعدیش خیلی بدتر بود، برای اینکه 3 ماه از فوت پدر من گذشته بود. اومد به من گفت اون لحظه‌ای که بابات رو وان حموم نشسته بود صداتون کرد گفت بیاین من سکته مغزی کردم، اگه اون لحظه یه آمپول فشار بهش زده بودی الان بابات پلود بود. تموم شد کار من، بدترین کار رو کرد. اون لحظه که به من گفت رفیقی به اسم بابک نداری خیلی خوب بود، برای اینکه امید منو ناامید کرد. اما 2 ماه 3 ماه گذشته به من میگه تو... یعنی من یه دختر جوون، زن جوون به من میگه که تو اگه نه پرستار بودم نه دکتر بودم، اگه یه آمپول فشار بهش زده بودی. طرز صحبت کردن با عزیزی که عزیزش رو از دست داده رو باید مراعات کنیم. من برای 3 سال افسردگی داشتم و از اون کشورم اومدیم دوباره. من به تنهایی تو غربت چه افسردگی سخت و دردناکی داشتم، اصلا نمیخواستم زنده باشم، هیچ کس هم به دادم نرسید. همسر قبلی منم وقتی میومد بدید من گریه کردم عصبانی میشد با من که چرا گریه کردی. یعنی هیچ نوازشی، هیچ همدلی، هیچ همدردی و هیچ روانشناسی هم نداشتم که نرفتم که بهم کمک بکنه. تو غربتم بودم، خیلی سخت و دردناک بود. دوباره یه فیلم دیگه دیدم که بالا سر همین حال و روز بود، بالا سر مریض هی باهاش صحبت میکردن، چون منم این کارو کردم. پدرم یه دفعه تکون خورد، هی بهش میگفتم مگه قرار نبود بریم انگلیس با هم، چون برنامه ما اینجوری بود، پاشو میخوایم بریم. یه دفعه یه نفس اینجوری کشید. وقتی من به پرستار ترسیدم گفتم، گفت مغزش از کار افتاده، اصلا امیدی نیستش که نه. ولی بعدن یه فیلم دیدم که میگفت حرف بزن حرف بزن. 1 سال حرف زد از کاما برگشت، دوباره این منو به هم ریخت. یعنی هر لحظه یه فیلم کوچیک، یه صدای کوچیک ممکنه منو به هم بریزونه. افسردگی افسردگی بدجوری میاد. حالا فرق اینا چیه؟ زمانی که من دلم غمگین میشم، عزیزم از دست دادم، اگه همه امیدم از دست بدم، یعنی دیگه نمیخوام زنده باشم، احساس خودکشی بیاد برای من، احساس ناامیدی شدید و احساس بیحسی، یعنی هیچ کس دیگه برام مهم نیست. من پدر بزرگم رو خیلی دوست داشتم، پدر بزرگم، مادر بزرگم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، پدریم. وقتی میدیدمشون حرص بخوردم که چرا شما زنده این هنوز. این حال روز، حال روز طبیعیه. اگر فقط غمه برای سوگواری و بعد از مدت مثلا روزایی میبینم دارم میخندم، روزای خوبی دارم، این افسردگی نیست، این خبر خوبه، اینو ما باید تفکیک کنیم. ولی زمانی که میبینی عزیز دیگه هیچ حال و روزی نداره، شماهایی که اطرافیان هستین باید حواستون به اون فرزند خانه، همسر خانه، پدر مادر خانه باشه، که میبینین اصلا دیگه، یعنی 6 ماه گذشت هنوز حال و روز این خوب نشد، همینطور داره بدتر و بدتر میشه، این خبر بد افسردگیه و این متفاوته با سوگواری معمولی. اینجاست که باید اطرافیان حواسشون به اون فرد زیاد جمع بشه. کمک حرفه‌ای خیلی مهمه، مهم نیست چقدر خرجشه، ولی اگر کاری براش نکنیم اون فرد ممکنه از خودش و اطرافیانش رو از بین ببره، برای اینکه مادر و پدر افسرده بیداد میکنه تو اون خانه، جون نداره دیگه به بچه های دیگهش برسه. بعضی مواقع اصلا عصبانی هم، چرا اینو از دست ندادم اون یکی از دست دادم، و بعد احساس گناه ممکنه بگیره که من چه مادری هستم چه پدری هستم، چرا اینجوری فکر میکنم. اینا قسمت احساس وجدان و احساس گناهه. یه احساسای گناه شدید به آدم دست میده که تقصیر من بود، من اگه مراقبت کرده بودم، من اگه این کارو نکردم. هی میره برمیگرده به گذشته خودش. اگه مثلا یه روزی بچه‌ش یه چیزی میخواد
خواسته نداده بهش، حالا بچه‌شو از دست داده، به هم می‌ریزه، به هم می‌ریزه. حال روز خیلی بدیه، احساس گناه و احساس وجدان ناراحت و احساس تقصیر. زن ببخشید خانم بابک، چون 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، فقط قراره که برای دفعه بعدی هم بحثو ادامه بدیم. ادامه میدیم. اگه دوست دارین خیلی برام نوشتین، بازم برام بنویسین، برای اینکه این درد دل خود شما رو خیلی خالی می‌کنه و من در خدمتتون هستم هفته‌های آینده. خیلی ممنون، واقعا ممنون.